5 نفر انتخاب کنن. دلیل عرض بنده خیلی روشنه. از آغاز مشروطیت تا گودتای 1299 ما 14 سال فخر داریم. دیگر نه رضا خان قلدر هست داخل گیومه میگن. بله. نه قدرت نظامی فائقه‌ای هست که جلوی اونر گرفته باشه، نه آجانی هست که تو خیابون سالها بعد از روی کار آمدن رضا شاه چادر از سر مردم بکشه. عرض بنده یکی این سیدین انورین هم که تو مجلس نشستن بسیار خوب یکی بیاد توضیح بده که چرا در این 14 سال آقایون علما نتوانستن 20 نفر و بعد به هر سر نسرسن و 5 نفر رو گفتی کنن به مجلس. چه نیروی جلوی اینا رو گرفته؟ کدام گواهی تاریخی میگوید این کار شد و بعد جلوی در مجلس یک افسر نظامی از سوی یک دولتی چه میدونم از سوی یک نخست وزیر از سوی یک وزیر جنگی جلو اینا رو گرفت؟ پس او قضیه هم این گونه منتفی. بله. در هر حال ما با انقلاب مشروطیت با جهان اون روزگار معاصر شدیم بعد از 300 سال خواب تاریخی. اما او یه سرسست درخشانی بود که به گمان من همچنان از یک جهت اگر بپذیریم که نسل‌های پشت سر میبایستی آرمان‌هایی رو که انقلاب مشروطیت پایه نهاد موفق میشدن به تحقق اون آرمان‌ها، این ناکامی مربوط به حوادثی که بعد پیش میاد تو تاریخ ایران نه به خود انقلاب مشروطیت. انقلاب مشروطیت با سرکوب مجلس میره در استبداد صغیر، یک سال و اندی طول میکشه، ولی ما میدانیم که تاریخ میدانه و همه میدانن و مثل روز آشکار است که تبریز که قلب تپنده انقلاب مشروطیته، سنگرهای محله امیرخیز با قامت همیشه درخشان ستارخان و باقرخان و دیگر دوستانشون از انقلاب پاسداری میکنه. روز شما. یک سال و چند ماه اینا پاسداری میکنن تا سرانجام نیروهایی هم از شمال از جنوب نیروهای بختیاری و از شمال نیروهای پونکابونی میان و تهران رو عزم میکنن. خب این چیست؟ یعنی با شرایط اون روز ایران انقلاب مشروطیت ایران تازه اگر به خونریزی کشیده شد این خونریزی ارتجاع موجب شد. ارتجاع کی بود؟ دربار محمد علی شاه بود با تایید روحانیت وقت، علم و علمای وقت، شیخ فضل‌الله نوری، همون شیخ فضل‌الله نوری که 74 سال بعد از اینکه در دار کشیده شده بود از دار آمد پایین در 22 بهمن و خودش آوار کرد روی انقلاب و باز به یمن کی توانست این کار بکنه؟ شیخ فضل‌الله نوری تاریخی به یمن این که متحد تاریخی او که سلطنت بود تمام پیش زمین های بر او تهیه کرد. بله، برای ظهورش رو آماده کرد. پیش زمین ها چطور به وجود میاد؟ پیش زمین ها خیلی روشن به اینجوری به وجود میاد که نیروی تحصیل کرده روشن‌اندیش طبقه متوسط که تاریخاً رسالت آینده نگری و تنظیم مدیریت اجتماع به صورت مدرن رو به عهده داره، اون طبقه‌ای که تاریخاً بایستی چشم‌اندازهای آرمان‌های انقلاب مشروطیت رو بده به بهروزی و سربلندی و پیشرفت ایران که با نهضت ملی ایران به رهبری مصدق مشروطیت دوم در حقیقت آغاز شده بوده و همینجور
که با بودجه 28 مرداد بر هم کوبیده شده، این طبقه که میبایستی به طور طبیعی جلوی استبداد مذهبی رو بگیرد و پایه های حکومت غیر دینی که بره اولین بار در تاریخ ایران با انقلاب مشروطیت متحقق شده است. من سر این قضیه می ایستم و هر کی از دوستان بحثی دار داشته باشه حاضریم و از شما هم بگید که هر کی میخواد علیه این نکته مطلبی داره بگه. من مدعی هم که از اون سوی تاریخ، نه تاریخ ایران اسلامی، نخیر، تاریخ پیش از اسلام ایران هم همچنین، اولین باره که ما یک حکومت غیر دینی داریم، حکومت غیر شرعی داریم. این هرگز به معنای بی‌اعتنایی رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با معنویت نیست. بله، دقیقا. آن است که حکومت دینی دین حکومتی را به وجود می‌آورد و دین حکومتی نشون داده است که در فساد و خونریزی در طول تاریخ از دیگر انواع استبدادها کارنامه‌ای سنگین‌تر، یعنی ننگین‌تر داشت. ننگین‌تر دارد، بله. وقتی که سنگین‌تر شد قطعاً ننگین‌تر هم میشه. بنابراین امروز هم دختران و پسران جوان ما در سطح دانشگاه‌ها، در سطح کارخانه‌ها، در سطح مدارس، در سطح همه نمودها و نمادها ادامه همان مطالبه درخواست حقوق شهروندی انسان ایرانی رو دارند. و بله، شما اشاره کردین، به درستی یادآوری کردین که در انقلاب مشروطیت من یک روزی رفتی به مناسبت من 8 مارس چیزی به خوبه که فرصت کنیم. بله، روز زن. بله، نقش زنان ایران در انقلاب مشروطیت. دقیقا. و از همه مهمتر وقتی ما مجلس هم داشتیم، همون مجلس که تاب نیاوردنش، بمبارانش کردن، بعد بعد از یک سال این بعد با فداکاری مجاهدین انقلاب مشروطیت تو مسئله پادشاه مستبد ناچار به پناهندگی به سفارت روس شد، وقتی که اولتیماتومی که همین دولت روسیه به ایران داده بود و واقعا مجلس و وضعیت دولت هم و وضعیت مجلس و وضعیت اقتصاد کشور هم بگونه ای بود که نزدیک بود اینا رو بپذیرن، ما صحنه بسیار پرشکوهی داریم از اجتماع عظیم زنان جلوی مجلس شورای ملی. بله، بله. و درخواست از نمایندگان که یا باید چادرهای ما رو سرتون کنید یا اینکه این التیماتوم روس رو رد کنید. این بزرگ بانوان درودشون باد. اینه که در هر حال این روزها همین دو سه روز پیش خبری دیدم در روزنامه ها، در سایت ها دیدم که در یک مراسم آبسالان در یکی از این پارک ها دختران پسران جوان ما اون مراسم آب پاشیدن روی یک دیگر دو رفته بودند و البته طبیعی هم هست که پلیس در پایان دیگه دستگیر کرده باشه. بله بله، در خبرهاشون اومده بود که دیگه رو دستگیر کردن. بعد توی یکی از این رسانه‌های ولی فقیه توی فارس در بخشی از خبر خودش اینطور ادامه میده که در این بین عده‌ای انگشت شمار هم که همراه خود تفنگ‌های آبپاش داشته و قصد برهم زدن نظم بوستان و هنجار شکنی را داشتند، با مشاهده فضای آرام بوستان و عدم استقبال جوانان از شبکه‌های صهیونیستی غربی از نیت خود منصرف شدند. بعد نکته جالب اینه که خبرنگار این روزینامه و به قول خودش از یکی از همراه دارندگان سلاح آبپاش، توجه کنید سلاح آبپاش، این تفنگ‌های پلاستیکی اسباب بازی بچه‌ها،
این خبرنگار ازش سوال میکنه این تفنگ را به چه قیمتی خریداری کردی؟ گفت این تفنگ را عده‌ای رایگان در اختیار ما قرار دادند تا در بوستان آب و آتش اهداف آنها را پیاده کنیم. بعد اینو در خبرش می نویسه و این مجسمه های حماقت و بلاهت متوجه نمیشن که اون جوان با این عقب مانده های تاریخ قصد شوخی داشته و مسخره کردن و به همین دلیل گفته این سلاح را عده‌ای رایگان در اختیار ما گذاشتن تا در بوستان آب و آتش اهداف آنها را پیاده کنیم. ببینید اینا چقدر ذلیل و بدبخت و ناتوانند. بله و گویا مثلا گویا البته آب روی دیگر پاشیدن هم به صورت نوعی بدحجابی است و نوعی تحریک. بله. در هر حال مسئله این است ما نمی توانیم که کودتای 1299 رو که انقلاب نوپای مشروطیت در هم میکوبد آیا قدرت نظامی مسلط میکنه 20 سال و بعد باز دولت و جامعه ما بر در شهریور 24 حمله متفقین میشه تا 4-5 سال داستانهایی داریم در کشور تا سال 28 که تا 26 که هنوز قوای نظامی متفقین در ایران هم. بعد هم که از ایران میروند باز می‌دونیم صفحات شمال و شمال غربی کشور باقی می‌مانه و داستان دو تا ایالت خودمختار اعلام شونده آذربایجان و کردستان می‌بینیم در پناه ارتش شوروی و این اشاره به این حرفا معناش این نیست که وقتی که ارتش حمله کرده به آذربایجان اونجا رفتارهای انسانی بوده نخیر ولی هر اشکال یعنی فقط دارم یادآوری میکنم سرفصل‌هایی رو که چه چیزهایی چه مسائل داخلی و چه مسائل خارجی موجب شده که جامعه ایران در روند دادخواست های انقلاب مشروطیت به همه این چیزها نتونه برسه و یکی از نزدیکترین این سرفصل‌ها گوته 28 مرداد 32 است. بله دقیقا 32 ای که عاملینش به طور رسمی از ملت ایران با این عنوان که فرصت تاریخی دموکراسی رو ما از شما دریغ کردیم با گوتا از ایران به طور رسمی از مردم ایران پوزش خواستم ولی طرفای این نفع یعنی هم روحانیت از یک سوی و از هم یک سوی دیگه هم از بقایای سلطنت قضیه هنوز رضایت نمیدن. ده مسئله دیگه هم که همین افراد رضایت امور خارجه آمریکا و انگلستان این قدرت و این وسعت وایی بودن کودتا رو باز اینا میخواهند بگویم قیام ملی. قیام ملی خوب گفتگو منطقی را گفتگو از نفس نیست منتها این چی که شما اسمشو میزنین قیام ملی این قیام ملی عرصه چنان عرصه سیاسی کشور رو تنگ کرد که صیاد ره ببست چنان کسبه نجات غیر از طریق دام ره دیگری نموند. یعنی اعضای آنچه که تاریخ می شد برای رشد افکار اجتماعی من یک نفر که یکی از کوچکترین یا یکی از هزاران نمونه کسی من به عنوان شاهد که سه بار در نظام پیشین زندانی سیاسی بودم به شما گواهی میکنم که دیگرانی هم هستم از مجموع معدل 4000 نفر حدود 4000 نفر زندانی سیاسی که ما به ویژه از 1350 که مبارزه مسلحانه به ناگزیر را آغاز شده بودیم تا سقوط سلطنت شما وقتی به زندان ها رو با میکردین میدونین که اینها که زندانیان بابت اندیشه و کتاب و نوشته و سخنرانی و
مقولاتی که در قلمرو فرهنگ توضیح داده می شود. بله. البته مبارزه مسلحانه فدایان مجاهدین هم بوده است. منتها من دارم اکثریت زندانیان صحبت می کنم. دقیقا. بله، خواستم اینه بگم که در هر حال این وقتی که این فضا بسته میشه، تنها شما وقتی از روبروی همه درها بسته میشه فقط یک در باز میماند، خوبی طبیعتاً به پای من فکر میکنم که این پیوند دیرینه سلطنت و روحانیت در داخل گیومه هر دوش، البته احتیاج داخل گیومه نداره بلکه روشنه، خود کلمه هم از سوته دیگه. بله، این گونه بوده که قول شاعر گفت: چون شاه امید خیش را داد ز دست، چون دید که نیست چاره و هست شکست، میخواست که انتقام گیرد از خلق، برخواست چنان که شیخ جایش بنشست. بله بله، میشود تصدیق کرد، گفت که به قول شادوان مهندس بازرگان که مردم داده های و گرفته ها رو میسنجن. درسته. بله، منتها در بحث قیاس شیخ باشد با شاه، از شیخ به شمر هم توان برد انا، امروز ولی پرسش ملی این است: در سلطنت شیخ کرا بود گناه؟ درسته.